با درود، اینجا پایتخت حکومت پادشاهی سوئده. امروز هممیهنان ما در 30 خرداد جمع شدن و برای نخستین بار در شهر استکهلم پرچم شاهزاده رضا پهلوی رو بالا بردن. من از این هممیهنان پرسش‌هایی می‌کنم، یه گزارش کوچیکی تهیه می‌کنیم، زیرا یک تنش‌های کوچیکی اتفاق افتاد و دوستان کمونیست خواستن از این بچه‌ها که این فرتورها رو بیارن پایین و عکس شاهزاده رضا پهلوی و عقیده خودشونو بیان نکنن. من دونه دونه از این بچه‌ها یه گزارش می‌گیرم. درود بر شما. خودتون رو معرفی کنید. نوید نمازی هستم، با درود بر شما و خاندان پهلوی. امروز هدفتون چی بود اومدین اینجا؟ هدفمون حمایت از پادشاه، از شاهزاده محمد رضا شاه. درود بر شما. درود بر شما. نام خودتون رو میشه معرفی کنید؟ بله، من سرگرد محمد شهنوازی، افسر پدافند زمین و هوا، مسئول کمپین اتحاد ملی ایرانیان برای دموکراسی در سرگرز توری و از تاریخ فردا تا 10 روز ما تبلیغات فقط برای شاهزاده رضا پهلوی داریم. در فیسبوک هم نوشتیم و بلاگر اونم اعلام کرده و خیلی خوشحالم امروز که روز پیروزی ما شد و من واقعا تبریک میگم به همه شما، به همتتون، و امیدوارم که پیروز و موفق باشید. سپاسگزارم. درود بر شما. خب بعد دیگه به همه بگم خودشو معرفی کنم. درود، حامد خالقی هستم. امروز جمع شدیم اینجا که حمایت خودمون از شاهزاده پهلوی نشون بدیم و امیدوارم که شاهزاده همیشه موفق باشه و ما همیشه در کنارش هستیم. البته میدونید که امروز روز 30 خرداد بود برای زندانیان سیاسی و در واقع اومدیم اتحادمون رو به همه این دوستان اعلام کنیم. درود بر شما. بفرمایید خودتون معرفی. درود بر شما. من شهرروز پاکتینت هستم. طبق گفته شاهزاده که روی این پلاکارد مشاهده خودتون می‌کنین، امروز فقط اتحاد و اتحاد در عمل ماست. مرسی، خیلی ممنون. درود بر شما. من ایرج شاهعلی دوست هستم. امروز ما حضور پیدا کردیم که برای دفاع از زندانیان سیاسی از جانب شاهزاده ما نمایندگان ایشون هستیم که حضور پیدا کردیم و صدای خودمون رو به گوش جهانیان برسونیم. میبینم آرش اون پشت قایم شده. آرش بیا جلو. میبینم یه تیشرت خیلی قشنگم پوشیده. درود بر شما. من آرش هستم از استکهلم. امروز هم برای یک پارچگی با دیگر هموطنانمون که دارای یک باور سیاسی دیگه ای هستن اینجا اومدیم و آرزوی ما این هستش که در آینده ایران هیچ گونه زندانی سیاسی نباشه، آزادی اندیشه باشه و نظام سکولاریسم. سلام، شما هم رفتید پشت، بیاید جلو. کلیز میرزاده هستم. اینجا اومدم که هم حمایتمو از شاهزاده نشون بدم و اینکه هم نشون بدم که مخالف هستیم با هشت دیکتاتوری توی مملکتمون. حسن جان. به نام یزدان، حسن جعفری هستم، با درود بیکران بر خاندان پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی. ما حمایتمون از اینجا با تمام وجودمون از ایشون میکنیم و امیدواریم هر چه زودتر خودمون و شاهزاده رو در کشور خودمون ببینیم. اتحاد، امروز فقط اتحاد در عمل، گفته شاهزاده رضا پهلوی و من یکی از طرفداران پرپاقرص شاهزاده رضا. درود بر شما. شما این حرکتی که امروز دیدید به ما گفتن که فرتورهای شاهزاده رو بیاریم پایین، چطور بعرف؟ من این حرکت رو به شخصه نمیپسندم، چون اصلا این موضوع نبود مطرح میشد. فقط اینجا بالاترین سوال و جواب خودش نوشته شده، چون کسی نمیاد تبلیغ بکنه، کسی نمیاد یک حرکتی انجام بده که زشت باشه و به نظر من حرکت جالبی نبود که بیاد پایین. و در حالی که من اینو بگم به بینندگان گرامی، بچه‌ای که امروز اومده بودن فرتور شاهزاده رو گرفتن، هیچ شعاری ندادن و هر شعاری که دوستان اعلام کردن و این دوستان هم همون شعار رو گفتن، اما با یه حرکت یه خود گستاخانه به بچه‌ای ما گفتن که فرتورای شاهزاده رو بیاریم پایین. درود بر شما. با درود به دوستان و هموطنان، امروز 20 یونیه، چند ساله که هر ساله در شهرهای بزرگ کشورهای متفاوت یه همچین روزی رو به عنوان پشتبانی از زندانیان سیاسی و کلن تمام کسانی که مورد ظلم و جور حکومت ضد بشری اسلامی قرار گرفتن، همه مردم اینجا جمع میشن با اتحاد و یک صدا با هم بر علیه جمهوری اسلامی صحبت میکنن. از نظر من خاندان پهلوی هم از گروه کسانی هستن که واقعا مورد ظلم این رژیم خونخوار قرار گرفتن و واسه همین واسهشون خیلی عرض و احترام قائلم و ازشون دفاع میکنم. با درود، علی آقایی هستم. ما اینجا جمع شدیم حمایت خودمون رو از شاهزاده رضا پهلوی اعلام نماییم. با درود بانو. من دیدم شما یه خود عصبی هم شدید که اینجا اومدن یه مقدار گفتن عکس‌ها رو بیارید پایین و توهین‌آمیز برخورد کردن.
با درود، من آذر از استکهلم هستم. در جهت حمایت از فرمایشات اعلی حضرت رضا شاه دوم و اتحاد با دیگر هموطنانم در جهت حمایت از زندانیان سیاسی امروز اینجا حضور داشتم. برای من بسیار شگفت آور بود که هموطنان من اجازه بدن یک بیگانه غیر هموطن عکس رهبرم رو حتی اگر که احزاب دیگر قبولش ندارن زیر پا بذاره، و به همین دلیل خب واکنش شخص خودم رو نشون دادم. هیچ ربطی به بحث سازمان یا رهبر وجود نداره. من شخصا واکنش شخصی خودم بود و از جمع دوستان پوزش میخواهم. نتونستم تحمل کنم. به هر حال بحث اتحاد هست، حمایت از زندانیان سیاسی در ایران هست و اولویت ما اتحاد برای همه گروه ها در براندازی رژیم جمهوری اسلامی و دیکتاتور فاشیست علی خامنه ای هستش. درود بر اعلی حضرت رضا شاه دوم، پاینده ایران. البته من اینو بگم، من روز کارگر اومدم، دیدم مردم شیلی پرچم شیلی رو گرفته بودن و دوستان چپ ایرانی حتی حاضر نبودن این پرچم شیر و خورشید رو بگن. پس مسلما عکس خاندان پهلوی که اصلا غیر قابل تحمل میتونه باشه. درود بر شما. مریم کوسری هستم. من اومدم حمایتم از شاهزاده پهلوی اعلام کنم و اتحادم با تمام زندانیان سیاسی مخصوصا زنان اعلام کنم و همیشه ما هستیم در صحنه. و سوازگاه من میبینم این ریتا اون پشت قایم شده، میارمش جلو یه درودی بهش بفرستم. درود ریتا هستم. من از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنم و اتحادم رو با تمام زندانیان سیاسی اعلام میکنم. درود دیوید جان، حتی خودتون نام خودتون رو معرفی. درود بر شما. محمد هستم، مهرجو، اسم اصلی محمده. امروز اومدیم اینجا برای حمایت از زندانیان سیاسی در ایران و پیام شاهزاده رو بگیم. امروز فقط اتحاد، اتحاد در عمل. و یه پیامی هم دارم واسه کل ایرانی خودمون، جوانایی که مثل خودم هستن، که این پرچم و این شاهزاده برای ما یه شخص خاص نیستش، برای ما هویت منه، هویت من آریاییه، منی که ایرانی هستم و هویتم آریاییه و این پرچم برای من مقدسه، این پرچم هویت منه، هویت من به عنوان یک آریایی. دیوید جان، این حرکتی که یه خورده گستاخانه به ما گفتن، فرتورهای شاهزاده رضا پهلوی رو بیاریم پایین، نظر شما چیه؟ چه جوری دیدی؟ آیا چه احساسی هست؟ اون لحظه که به ما گفتن فرتورها بیاد پایین و احساس کردی امکان داره درگیری فیزیکی به وجود بیاد، چه احساسی کردی؟ واقعا اینو از کسانی که به عنوان ایرانی خودشون معرفی میکنن و این حق رو به خودشون میدن که حمایت بکنن از آزادی بیان و خودشون رو آزادی خواه اعلام بکنن، واقعا اینو بعید میدونستم ازشون و خیلی کار زشتی بود و در جایگاه اونا نبود، متاسفم. سپاسگزارتونم. درود بر شما. درود بر شما. آمنه هستم. من امروز اومدم برای حمایت از زندانیان سیاسی در ایران، برای آزادیشون و به گفته شاهزاده به گفته شاهزاده اتحاد، اتحاد در عمل. این حرکتی که اومدن گفتن فرتوره بیه، اون لحظه که احساس کردی شاید درگیری باشه، احساستون چی بود؟ که بالاتر بگیرم حمایت ها. آفرین. چه گفته قشنگی رو اشاره کردم. میگن لحظه ای که به من توهین شو گفتم فرتورا بیاریم پایین، ما مصممتر شدیم که این فرتورا رو بالاتر ببریم. درود آرزو جان، خوبی؟ درود بر شما. خب شما بگو امروز برای چی اومدی فرتور شاهزاده رو گرفتی؟ امروز برای حمایت از زندانیان سیاسی اینجا اومدیم و همونطور که روی پلاکارتامون نوشته شده، امروز فقط اتحاد و برای اتحاد اینجا جمع شدیم. اون لحظه که به ما گفتن این فرتورا رو بیاریم پایین، چه احساسی داشتی؟ اینا بالاتر میرفت دیگه، مسلماً با مصمم پلاکارت ها رو بالاتر گرفتیم، دو تا هم دستم گرفتم. البته امروز همه دوستان اومده بودن اتحادشون رو با همه گروه ها اعلام کنن، ولی اگر قرار باشه به ما بگن چه چیزی بگیم چه چیزی نگیم، بچه ها همونطور که گفتم محکمتر فرتور شاهزاده رو میگیریم. درود بر شما. درود بر شما آقای امید دانای عزیز. بانو چطور بود امروز؟ والا من مرسی از اینکه شما عزیزان از من دعوت کردین که امروز بیام. میخوامم اینو به غم بهتون بگم که درود به همه شما عزیزان، درود به تک تک شماها که اینجور واقعا نشون میدید که به این چیزی که اعتقاد و ایمان دارید راسخ و پایدار هستید. من امروز شاهد بودم
واقعا که هیچ مشکلی در بین نیروهای قرمز و شما عزیزان نبود تا زمانی که فردی که شناخته شده این شهره پاشو گذاشت در این میدان و تعمدن هم شروع کرد بلند توهین کردن و این فتنه رو به پا کرد. من میخوام واقعا این مسئله رو امید جون برای شما عزیزانم روشن کنم که ما در تمام این 4 سال گذشته با نیروهای واقعا چپ دوستان حزب کمونیست کارگری هیچ مشکلی نداشتیم، همیشه در کنار هم بودیم، همچنان که امروز هم تا تقریبا نزدیک پایان برنامه همه بدون هیچ مشکل کنار هم وایستاده بودیم. من پلوی اونها بودم، شما دیدید. ولی به نام درست به محض اینکه این فرد که در عرض این 4 سال کاری نداشته بجز تخریب و پهن‌پاشیدگی نیروهای مخالف نظام پاشو در این صحنه گذاشت و شناختم شد برای همه و امیدوارم که در شهر همه بیشتر بشناسن نیروهایی رو که فقط هدفشون تخریب، هدفشون پراکندگی نیروهاست. امروز شما عزیزان با این عکس به عنوان پیام‌آور اتحاد و همبستگی بودید و بسیار هم به نظر من کارتون قشنگ بود. درود بر شما جوانان، ازتونم سپاسگزارم که من رو هم سهیم کردید و از من دعوت کردید که بیام. همونطور که میدونید امروز شاید جز معدود دفعه گشتم برای نخستین باری بود که فرتولای شاهزاده اومد بالا. شخصی که بانو قفارپور میگه، من یه خود صراحتر میگم زیاد ترسی ندارم. من خودم دیدم آقای درویش، ما با بچهای کمونیست هیچ مشکل نداریم. من دیدم که آقای درویش پور بچهای کمونیست رو شارژ کرد تا اینکه این اتفاق بیفته و این دلخوریا به پیش بیاد. اما دوستان همه وایسادن و آقای درویش پور قرار بود سخنرانی کنه و سخنرانی ایشون زمانی که فرتول شاهزاده رو دیدن بله رفتن و قرار بود وقتی که سخنرانی رو که میخواستن انجام تا فرتول شاهزاده رو دیدن یک جورای برافروخته شدن و من اصلا یک لحظه موندم که دقیقا نوع عصبیت ایشون از نوع عصبیت عوامل جمهوری اسلامی بود. سپاسگزارتونم و در اینجا گزارش خودم رو پایان میدم. بدرود. امروز فقط اتحاد، اتحاد در عمل.